به نام خدا. سلام، به بخش دوم برنامه آخر خط از شبکه تلویزیونی نور خوش آمدید. در حالی که روز به روز به انتخابات نزدیکتر می شویم، گروه ها و جریان ها و احزاب سیاسی دست به ایجاد ائتلاف های انتخاباتی می زنند. در برنامه امشب آخر خط، ضرورت ایجاد ائتلاف های انتخاباتی و نقش و تأثیر آنان در انتخابات آینده را به بحث می گیریم. دکتر سردار محمد رحیمی، استاد دانشگاه، مهمان امشب برنامه آخر خط هستند. همچنان انجینیر عباس نویان، عضو حزب حق و عدالت، نیز در ادامه بحث با ما میپیوندند. آقای رحیمی سلام، بسیار خوش آمدید. شکر شما. آقای رحیمی، میشه بفرمایید ضرورت ایجاد چنین ائتلاف‌های چیست در حالی که روز به روز داریم به انتخابات نزدیک میشیم؟ بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت شما بینندگان ارجمند و کلیه دست‌اندرکاران برنامه آخر خط شبکه تلویزیونی نور. ما در پیشروی خود ما در سال آینده انتخابات ریاست جمهوری سال 1393 و مجموعه ای از نگرانی هایی که در مورد انتخابات وجود داره هستیم. بنابراین طبیعی هستش که جریان های سیاسی، گروه های سیاسی که در افغانستان عمدتاً بر محورهای سیاسی یا قومی اجتماعی شکل گرفتن، احساس بکنن که باید در انتخابات پیش رو با یک توان و قوت بالا بتوانن حضور داشته باشن تا با این حضور حداکثری مؤثریت بیشتری در تحولات سیاسی، اقتصادی و امنیتی که بعد از 2014 هست داشته باشن. بنابراین این خود ضرورت همسویی و همکاری نزدیک گروه ها و جریان های سیاسی رو به وجود میاره. ما هم شاهد از این بودیم که در افغانستان هم احزاب سیاسی علارغم تمامی بیمهری هایی که از طرف حکومت وجود داشته و نارسایی هایی که در درون احزاب و گروه سیاسی به لحاظ ساختاری وجود داشته، اما حداقل یک نوع عقلانیت سیاسی شکل گرفته که اینها رو در واقع بر اساس منافع مشترک گرد مجموعه از برنامه ها یا اهداف یا حتی منافع در واقع مشخصی گرد میاره تا اینها بتوانن به صورت منسجمتری برای انتخابات پیشرو که به تعبیر مردم افغانستان، آگاهان سیاسی و شرکای بین‌المللی انتخابات سرنوشت ساز و حساس است و یک گردنه خطرناک برای مردم افغانستان هست، با این اجماع و با این در واقع تعامل بیشتر بتوانن که سختی ها و مشکلات سال 2014 رو، خصوصا انتقال سیاسی رو، پروسه انتخابات رو بیشتر و بهتر تحمل کنن و یا اینکه چشمانداز مثبتی برای مردم افغانستان ایجاد بکنن که خب اگر این اتحادها شکل میگیرد میتوانند با همکاری بیشتر حداقل تضمین بکنند که ما از سال 2014 و پروسه انتخابات به سلامت عبور خواهیم کرد و دولت بعدی که شکل خواهد گرفت، دولت یا حکومتی متشکل از مجموعه از گروه های سیاسی و اجتماعی خواهد بود و به میزانی مشارکت در واقع اجتماعی در این و سیاسی در این در واقع دولت بعدی، حکومت بعدی بیشتر خواهد بود و این تضمین کننده سلامت نظام خواهد بود. از جانب دیگرم ما شاهد در واقع این مسئله هستیم که افغانستان با مجموعه از پیچیدگی های سیاسی مواجه است که این پیچیدگی ها مگر با تعامل بیشتر گروه ها و جریان های سیاسی حل نخواهد شد و هر چقدر گروه ها بتوانند در قالب اتحادها خودشون رو منسجم بکنن و ساختارهای جدیدتر رو حول محور برنامه های در واقع مشخص شکل بدن، اعتماد مردم بیشتر میشه. ما یکی از مشکلاتی که مثلا برای انتخابات 2014 داریم مسئله بی‌علاقگی مردم و احتمالاً حضور کمتر مردم به نسبت انتخابات گذشته خواهد بود با توجه به در واقع استقبالی که از روند توزیع کارت‌های رأی می‌کنند یا اینکه ناامیدی که از حکومت در طول 5 سال و 10 سال گذشته داشتن. اینها مسائلی است که میتواند در ما نگران کننده باشه. پس اگر احزاب بتوانند که حول در واقع برنامه‌های جدید، حول اهداف جدید متحد و منسجمتر بشن، امکان از اینکه امیدواری به مردم بازگرده بیشتر میشه. مثلا ما در چند روز پیش شاهد شکل‌گیری یک اتحاد انتخاباتی بودیم. بسیار بر ما جالب بود که مردم افغانستان برای تمامی نارضایت هایی که از احزاب دارن، از رهبران حزب دارن، از جریان های سیاسی دارن و در واقع برای در واقع مجموعه از ناامیدی هایی که نسبت حکومت افغانستان است و روندی که حکومت افغانستان روی دست گرفته است، اما برگزاری نشست رو بسیار استقبال کردند، بسیار با شور و علاقه حضور داشتند و بسیار خوشبین بودند و بسیار امیدوار بودند. این امیدواری مردم یک سرمایه است، سرمایه‌ای که باید گروه های سیاسی و جریان های سیاسی قدر از او رو بدانند. برای اعتراف میکنم که متاسفانه گروه ها و جریان های سیاسی در گذشته نتوانستند از این سرمایه اجتماعی به درستی در راستای توسعه، ثبات،
امنسازی افغانستان و پیشبرد پروسه‌های اجتماعی و اقتصادی و سیاسی استفاده لازم رو ببرن. اما من فکر می‌کنم که از جانب دیگر گاهی اوقات همین تجمعات و همین شکل‌گیری گروه‌های سیاسی در واقع بزرگتر می‌تواند به میزانی تعهدات گروه‌های کوچک رو بیشتر بکنه، برای اینکه در این قالب می‌توانند هم منافع بیشتری داشته باشند و همین که می‌توانند نقش مؤثرتری در آینده سیاسی افغانستان داشته باشند. اما یک بُعد قضیه هستش. بُعد دیگر قضیه هستش که انتقاداتی که نسبت به اتحادها و ائتلافها شکل می‌گیره که مثلا پایداری ندارن یا اینها با این مسائل در ادامه بحث میکنه. آقای رحیمی، در گذشته یکی از مشکلاتی که شدیداً موجود بوده اینه که همواره بحث قوم و گروه و سمت پیش می اومده. ایجاد چنین ائتلافهایی تا چه اندازه میتونه به باعث قومی و قومی ساختن قدرت دور بسازه؟ خب در اینکه نقش موثری دارد خود طبیعتاً شکی نیست. وقتی که شما می توانید یک چتر انتخاباتی رو شکل بدین که مجموعه از گروه‌های اجتماعی و حالا به تعبیر قومی نژادی مذهبی داخل از خود رو میبینن، طبیعتاً این انسجام ساختاری باعث میشه که نگرانی‌های عمومی مردم برای حکومت بعدی که میخواد نمایندگی از مردم افغانستان داشته باشن کمتر میکنه. اما یک مسئله دیگر رو باید روش تاکید بکنم، این که درک عمومی هستش که مثلا اتحادهای انتخاباتی وقتی شکل میگیره، خصوصا گروه‌ها و احزاب سیاسی، باید ملی باشد و ملی بودن رو اینگونه تعریف میکنن که حتما مثلا از 4 قوم کلان در اونجا نمایندگانی با نام و نشان حضور داشته باشن. این به نظر من مبنای تئوریک نداره، مبنای علمی نداره. یعنی اینکه اگر ما به قانون اساسی میخوایم مراجعه بکنیم و ارزش‌هایمون در قانون اساسی، هیچ جایی نگفتن که یک حکومت ملی حکومتی است که 4 قوم افغانستان در حضور داشته باشن و در واقع دیگران اگر نبودن مشکل نباشه. شما مثلا میبینید که در افغانستان حداقل 13 قوم به رسمیت ذکر شدن، نامشون اومده. پس بنابراین هر قومی اگر در تیکت انتخاباتی خودش نبینه، میتونه بگه این تیکت ملی نیست. یا در واقع ائتلاف ملی نیست، چون ما در اونجا حضور ندارم. مگر اینکه ما تعریف ملی بودن رو بر مبنای قانون اساسی بیاین در واقع شک بدیم. ملی بودن معنیش این هستش که برنامه‌ها، اهدافی رو که اتحادها، گروه‌ها و جریان‌های سیاسی بر اساس از شک میدن، مخالف با اصول مندرج در قانون اساسی، ارزش‌های مندرج در قانون اساسی نباشد و هدفش توسعه، پیشرفت، ثبات و امنیت افغانستان باشد. حالا خدا کنه که در رأس اتحاد انتخاباتی یک قوم باشد یا دو قوم باشد، هیچ مشکلی در واقع به لحاظ مفهومی، به لحاظ مبانی تئوریک یا حتی واقعیت اجتماعی به وجود نمیاره که ما فکر بکنیم خب این ملی نیست. اگر ما بنا را در واقع بر این تعریف ناقص از ملی بودن در نظر بگیریم که حتما 4 قوم، پس حکومت افغانستان در طول 12 سال گذشته ملی نبودن. بابت ازی که در اون تیکت خب یک رئیس جمهور پشتون، یک معاون ازبک، تاجیک، یک معاون هزاره بوده، ولی ازبک ها که یک گروه قومی بسیار مؤثر در افغانستان هستند، ترکمن ها و ترک تبارای افغانستان حضوری در تیکت انتخاباتی یا در رأس قدرت نداشتن، پس حکومت ملی نبوده. خب غلط است. ما نمیتونیم به این گونه در واقع در مورد مسائل سیاسی افغانستان ابراز نظر بکنیم. یا اگر بخوایم مسئله رو بازتر بگیریم، خب اگر این 3 گروه قومی در رأس قدرت بودن، 10 گروه قومی دیگر در رأس قدرت نبودن، حتی در وزارتخانه ها نبودن، در سطوح پایین‌تر هم نبودن متأسفانه. پس اونها حق دارن بگن که حکومت ملی نبوده، این حکومت در واقع قومی بوده. میخوام بگم که امروز اگر این ادعاها میشود، ادعاهای سیاسی است، نه ادعاهایی که در واقع برخواسته از واقعیت اجتماعی باشد. کی میخواد تشخیص بدهد که فلان رهبری که ادعای رهبری، مثلا رهبری یک حزب قومی رو میکنه، یا فلان شخصیتی که رهبری در واقع ادعای ازیره میکنه، نمایندگی از قومی میکنه، واقعا نماینده قوم هست یا نیست؟ بنابراین اگر بخوایم ادعاها رو به این سمت پیش ببریم که حتما ملی بودن لازمه در واقع حضور 4 قوم بزرگ افغانستان در تیکت های در واقع انتخاباتی هستش، این در قانون اساسی مبنا شکل نگرفته و در واقع جایگاهی برای این تعریف نشده، پس خلاف قانون اساسی هستش. اما اگر بخوایم بگیم نه، روحیه اجتماعی رو بازتاب میده، اگر منظور روحیه اجتماعی و ریشه هایی که یه احزاب باید در بین جامعه داشته باشد، به نظر میرسد که مثلا بسیاری از این افرادی که در همین تیکت های انتخاباتی که امروز یا در همین اتحادهای انتخاباتی که امروز میبینیم به وجود آمده، از همه اقوام هستند، ترکمن ها، از در واقع پشتون ها، ازبک ها، تاجیک ها، هزاره ها. پس اگر با اون تفسیر نگاه کنیم باز ملی است. اگر بر مبنای در واقع قانون اساسی نگاه کنیم باز ملی است. پس ادعاهایی که مبتنی بر قومی بودن یا سمتی بودن این جریان ها میشه، بیشتر یک نوع ادعای سیاسی هستش و با اهداف خاصی. ما اگر بخوایم این ظلم رو انجام بدیم نسبت به جامعه افغانی، هیچ وقت امکان از این نخواهیم داشت که بخوایم در واقع بتوانیم به یک ساختار دست پیدا کنیم که هر 13 قوم افغانستان در واقع در ساختار قدرت به گونه‌ای سهیم بشن که بازم در واقع در اونجا می‌بینیم که بعضی از شاید گروه‌های قومی که رسما در قانون اساسی ذکر نشدن، مثلا متأسفانه فرهنگ عمومی چون پایین است، ممکن است جایگاهی برای هندوها، برای سیک‌ها یا حتی
برخی از گروه های مذهبی دیگر در نظر نگیرند. من فکر می‌کنم که این مبنای عمل ما در قانون اساسی نیست. مبنای عمل ما است که اتحادها مبتنی بر اهداف مشخص، برنامه‌های مشخصی که با ارزش‌های مندرج در قانون اساسی، روحیه قانون اساسی و اصول مندرج در قانون اساسی سازگاری داشته باشند، این ملی هستش. خدا کند که در رأس از او هر قومی، هر گروهی باشد. در غیر صورت ما همیشه ایدایه و جنگ قدرت را خواهیم داشت، به لحاظ مفهومی، به لحاظ توری که چه کسی باید در رأس باشد. مگر اینکه حالا به تعبیر برخی از گروه‌های سیاسی، مثل مثلا گروه‌هایی که خوان تغییرات بنیادی در نظام سیاسی هستند یا دنبال غیر متمرکز سازی هستند، قدرت بیاریم در سطوح محلی، ایالات و ولایات در واقع به گونه‌ای شکل بدیم که هیچ قومی و هیچ مذهبی احساس نکنه که در واقع منحصر شده است در چنبره تصمیم‌گیری که در او سهیم نیست. سپاسگزارم. بینندگان گرامی، آقای انجینیر عباس نویان، عضو حزب حق و عدالت، نیز به استودیوی برنامه آخر خط حضور یافتند. آقای نویان سلام، بسیار خوش آمدید. آقای نویان، درباره ائتلاف‌های انتخاباتی بحث کردیم. آقای رحیمی شکل‌گیری ائتلاف‌های انتخاباتی را تضمین کننده سلامت نظام خواندند. چی فکر می‌کنند این ائتلاف‌های انتخاباتی چقدر می‌تونند تضمین کننده سلامت نظام آتی کشور باشند؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شما دوستان و همچنین بینندگان و شنوندگان تلویزیون نور، ما هم فکر میکنم با ایشان در این قسمت همعقیده هستم که شکل گیری چنین اتحادها و ائتلافها برای انسجام بهتر در امور انتخاباتی و همچنان برای شفافیت و همچنان برای بهتر شدن انتخابات و گرم شدن انتخابات که در او تعداد زیاد از مردم اشتراک بکنند، واقعا بسیار خوب و معقول است و ثمر بخش است و امیدوار هستیم که اتحاد انتخاباتی که تازه تشکیل شده و همچنان ائتلاف هایی که در گذشته تشکیل شده در آینده به وجود می آید، زمینه ساز یک انتخابات خوب، یک انتخابات بهتر و زمینه ساز یک انتخابات همگانی در افغانستان شود تا ما بتونیم که یک انتخابات خوب داشته باشیم، یک انتخابات که پس از سالها انتخابات های بدنام، یک انتخابات بهتر و در یک معیار بهتر داشته باشیم که هم در داخل افغانستان و هم در جامعه جهانی از یک مشروعیت لازم برخوردار شد. در افغانستان آقای نویان دیده شده که متاسفانه نه به برنامه ها بلکه به چهره ها و اشخاصی که در رأس گروه های کاری و یا حتی احزاب قرار می گیرن مردم افغانستان رای میتن. چی باید بکنیم که احزاب بیان برنامه های مدون ارائه کنن تا مردم به اساس برنامه رای بتن؟ متاسفانه واقعیت های موجود در داخل افغانستان که واقعیت ها چند سال قبل چنین شکل گرفته که بر اساس چهره ها متاسفانه بعضی مردم رای میتن یا در رای گیری اشتراک میکنن، ولی تازه آغاز میکنه افغانستان، هم تازه مردم افغانستان هم طی از چند سال به این موارد که روی برنامه ها و پروگرام ها باید رای بتن، در این قسمت اونا هم سهم خواد گرفتن و از طرف دیگه این وظیفه احزاب سیاسی، وظیفه ائتلاف ها و احزاب و جبهه های سیاسی است که در این انتخابات شرکت میکنن تا بتانن با ارائه پروگرام های خوب و که زمین ساز تحقق آرزومندی های مردم باشه، در او قسمت مردم حول از برنامه ها جمع بکنه. معلوم دار تا این زمان، تا این وقت اوقدر برنامه و پروگرام نه عمومیت داشت و نه به مردم ارائه شده بود و تازه داره در این انتخابات شکل میگیره، چون این روحیه ای که گویا باید انتخابات برنامه محور باشه و بر اساس از او معلوم دار وقتی که برنامه و پروگرامی که در اون مردم افغانستان تحقق آرزومندی های خود ببینن، معلوم دار حول چهره ها نخواد جمع شدن و حول پروگرام ها و برنامه های ملی که بتانه اونها را از این بحران و از این وضعیت فعلی که در ترس و در وهم و در ابهام به سر میبرن از این بیرون بکشه و در یک وضعیت بهتر قرار بده. سپاس. آقای رحیمی، احزاب چه نقش میتونن در این روند بازی کنن؟ یک بحث اساسی هستش که فرمودین مردم بیشتر بر اساس چهره ها در واقع تصمیم میگیرن تا و احزاب هم بیشتر بدون برنامه هستن. ببینید، ما نمیتونیم واقعیت های اجتماعی رو نادیده بگیریم. جامعه افغانی جامعه است با خصوصیات خاص، با فرهنگ سیاسی سنتی و مردمی که اساسا ممکن است برنامه رو نفهمند یا به برنامه کاری نداشته باشن. شما چطور میخواین برای جامعه سنتی که درکی از برنامه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی ندارن، خب طبیعتا هم ندارن به خاطر که با این مسائل در واقع آموزش ندارن یا سر کار نداشتن، بخواین که به برنامه ها نگاه بکنن در مورد احزاب؟ اساسا خود احزاب در افغانستان ویژگی خاصی رو دارن که با اون تعریف در واقع خاص ما از حزب با مفهوم تئوریکش یه مقداری در واقع تفاوت هایی هم داره.
با این وصف ما میخوایم بگیم که متناسب با جامعه افغانی ما تعریف از حزب میکنیم، از عملکرداش میکنیم. تا وقتی که ساختار جامعه افغانی ساختار سنتی است و فرهنگ سیاسی فرهنگی توسعه نیافته است، طبیعتا رویکرد مردم به چهره است. چهره هایی که مثلا در گذشته تاریخی چه به لحاظ یک رهبر یک تنظیم قومی بودند یا جهادی بودند، مؤثریت هایی داشتند، پناهگاهی برای مثلا اینها به لحاظ امنیتی بودند، به لحاظ اقتصادی بودند، به لحاظ رفع و رجوع کارها بودند، طبیعتا مردم نگاهشون به اونها هستش. این که ما بخوایم در مورد مثلا احزاب بگیم، خب این برنامه احزاب برنامه دارن، البته گیرم داده نظر بگیریم که احزاب برنامه دارن، اما لزوما وقتی برنامه ما به ازای در میخوام بگم که در جامعه نداشته باشه یا جامعه توجه به برنامه احزاب نداشته باشه، برنامه احزاب برای کی باید راه بکنن؟ شما مثلا مگر در دوره گذشته نداشتین کسانی رو که بسیار برنامه جامعه خوبی رو تنظیم کرده بودن، یک نامزد ریاست جمهوری در واقع یک جزوه یک کتاب به نام نظام عادل، خیلی عالی بود، فوق‌العاده بود برای افغانستان، ولی کمترین رأی را بود. مردم در کی از برنامه ندارن، مردم میگن خب این چهره رو که من مشاهده میکنم این در گذشته چیکار کرده و چه در واقع نقشی رو میتونه در آینده سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و امنیتی افغانستان داشته باشه، چقدر توان بسیج مردم رو داره. اینا واقعیت های اجتماعی امروز افغانستان هستند. بنابراین اگر بخوایم که برگردانیم اینها رو به برنامه، ما دچار مشکل خواهیم شد. اما چگونه میخوایم که در واقع احزاب کمک کنن؟ خب احزاب از یک نظر مشکل دارن که مورد حمایت نظام سیاسی قرار نمیگیرن و در واقع به لحاظ قانونی برایشون موانع زیادی وجود داره. مگر احزاب بخوان که از درون این کار رو انجام بدن، این برمیگرده به نخبگان سیاسی که این نخبگان آیا تصمیم دارن که دموکراسی رو در افغانستان مطابق و مفهومی که مد نظر مثلا ما به لحاظ تئوریک است پیاده بکنن؟ فکر می‌کنم نه، به خاطر اینکه اونها با دموکراسی خیلی خون نگرفتن و دموکراسی نمیتواند مطالبات خاص اونها رو در شرایط اجتماعی و سیاسی بازتاب بده. به خاطر اونها دموکراسی رو بر اساس یعنی قامت خودشان میذارن و بر اساس ازی خودشون باز تولید میکنن. به خاطر احزاب شکل میگیره، ساختارشون ظاهرا مدرن اما محتواش کاملا سنتی است. ما از این احزاب با شرایط کنونی انتظار زیر نداریم که اینها برن به سمتی که در واقع جامعه رو به سمت توسعه سیاسی، بسیج سیاسی، آموزش سیاسی خیلی میخوام بگم به نگاهی در واقع آرمانی ما حرکت بدن. اما فکر میکنم خود به خود نقش آفرینی احزاب و شکست ها، ناکامی ها، تجاربی که امروز ما در فضای سیاسی افغانستان به شکل گیری اتحاد ها، شکست اتحاد ها و ائتلاف ها میبینیم، اینها تجربه ای هستن که جامعه بشری داشته و میتونه کم کم نزدیک بکنه احزاب ما را به اون روند عقلانی، اون روند مدیریتی که کمک میکنه به سمت ازی که باید شهروند فعالی وجود داشته باشه که حزب رو حمایت بکنه و حزب برنامه داشته باشه متناسب با برنامه‌اش بتونه در ساختار قدرت نقش داشته باشه، دولت رو به سمت جلو پیش ببره. ما هر سه جزء رو نداریم، نه یک ساختاری در واقع منطبق بر اصول دموکراتیک، نه احزابی منطبق بر او مبانی در واقع تئوریکی که ما در واقع دموکراسی ها به دنبالش هستیم، و نه مردمی که شهروندان فعالی باشن و آگاهی سیاسی نسبت به وضعیت خودشان و جامعه و آیندهشون داشته باشن. طبیعتا وقتی که اینها هر کدام نقصهایی دارد، ما نمیتونیم از یک مجموعه بخوایم که این مجموعه بار دیگرا رو به دوش بکشن، نمیتونه این کار انجام بده. اما اگر بریم بسیم که باید احزاب کارو بکنن، این میشه بحث اخلاقی. ما خب در علم سیاست خیلی با این مثلا کاری ندارم که بخوام توسعه اخلاقی بکنم که احزاب کارو بکنن، نخبگان کارو بکنن. باید بتونیم ساختار رو یا قانون رو یا راهکارا رو به گونه‌ای شکل بدیم که در واقع تشویق بکنه یا تنبیه بکنه تا مردم به سمت حرکت بکنن. سپاسگزارم. بینندگان گرامی، پس از این وقفه کوتاه باز می‌گردیم. سلام دوباره، با تشکر از اینکه تاکنون با ما همراه هستید. آقای نویون، همین احزاب و ائتلاف‌های سیاسی که جدیداً ابراز وجود کردن و قرار است در آینده ابراز وجود کنند، دیده میشه که چهره‌های سرشناسی چی از قدیم افغانستان، دوران جهاد و همین دوران گذشته 10 سال اخیر حضور دارند در رأس این احزاب و ائتلاف‌ها. خود حضور چهره‌های سرشناس چقدر میتونه امید بخش باشه برای مردم برای حضور فعال در انتخابات؟ خدمت شما عرض شد که قبل از اینکه ما در قسمت به سوال شما بپردازم، ما میخواییم در قسمت برنامه ها که آنچنانی که من پیشتر توضیح دادم، آنچنانی که جناب استاد توضیح دادن، یک مقدار تعامل بکنم. من فکر میکنم که مردم افغانستان، بالاخره نه تمام مردم افغانستان که در قرا و قصوات قرار دارن، یا آنچه که اکثریت مردم افغانستان بروی چهره ها قضاوت میکنن، ولی دارن مردم آهسته آهسته به طرف برنامه ها و به طرف پروگرام های توجه خود مبذول می دارن. در قسمت نظام عادل که گفتن که در انتخابات قبلی نظام عادل یک پروگرام بود و یک کتاب، یک جزوه به شکل یک کتاب منتشر شد از طرف جناب دکتر سبه اشرف غنی احمدزی، ولی در هیچ گفتمان سیاسی، در هیچ میزگرد، در هیچ جای نتانستی نظام عادل برای مردم توضیح شود و این نتانستین این کتاب برای مردم داده شده تا
اول توضیحش بکار است که بر مردم توضیح داده شود که همین نظام عادلی که جناب دکتر سبشف خانی میگه یعنی چی است. حتی در بسیاری میزگردهایی که در تلویزیون ها صورت گرفت، کسانی که میامدن از اون طرف با اون کتاب، ولی وقتی که از محتوای کتاب از اونها سوال میشد اونها جواب نداشت، نتونستن پروگرام معرفی بکنن، نتونستن چیز بکنن. حالا خب مردم به هر شکل یا به چهره ها میبینن یا به گذشتهشان میبینن یا به چیشان، ولی از اونها تقاضای ازی هم دارن که مثلا بعضی دوستا که از توسعه متوازن کم میزنن، توسعه متوازن یعنی چی؟ باید برای مردم توضیح داده شود. اگر نشود خوب چهره ها رو نمایش بدین در صفحه تلویزیون یا عکسایش رو بانن، مردم راه خواهد دادن. راجعت از این نیست که در یک بحث تلویزیونی یا در یک مناظره بیرون شدن یا در یک جای دیگه. هیچ چیزها تمامش، هم میدیا، هم احزاب، هم تمام روشنفکران جامعه مدنی باید در قسمت فعال باشن تا مردم از این حالت سنتی بالاخره بیرون بکشن. حالا که ما نداریم، لحاظ دست روی هم بگذاریم و به هیچ چیز توجه نکنیم و به سوی پیشرفت و ترقی که مکلفیت از او رو داریم که باید در جامعه در این قسمت کار بکنیم و زحمت بکشیم، در اون قسمت باید ساکت بنشینیم، من فکر میکنم کار معقولی نخواهد بود. ما بله، بسیاری ساختارهای ما بر اصول دموکراتیک نیست، ولی بالاخره باید به مطور گذاشته شود، بالاخره باید تغییر داده شود، بالاخره به مردم باید فهمانده شود. تمام چیزهایی که مثلا وضعیت فعلی که برای یک صنف اگر در یک مکتب، در یک لیسه در ولایت بدخشان ضرورت باشه، او بیای از وزارت معارف باید امرش بگیره و این 6 ماه طول بکشه، بهتر است که این تمرکز زدایی بیرون شه و تغییر بکنه و به شورای ولایتی، به والی صاحب بدخشان همین صلاحیت داده شده تا در قسمت ایجاد یک صنف دیگه که ضرورت است در اونجا کار شده، که تا ای از نگاه زمانی و از نگاه فاصله ما بتونیم اقتصاد بکنیم، در اون قسمت صرف جویی بکنیم. به این خاطر است که ما ضرورت داریم به این چیزا که به مردم بفهمانیم. یا مسئله تمرکز زدایی که فعلا میشه، یا تغییر نظام میشه که جز پروگرام های ما هست. بعضی دوستان تغییر نظام یا تغییر یا اصلاح بنیادی در ساختار نظام وقتی که ادعا میشه، به مردم خودش پروگرام است، باید به مردم توضیح داده شود و به مردم فهمانده شود. و یه تا زمانی که فهمانده نشود و یه پروگرام به مردم گفته نشود، من فکر نمی کنم که مردم، اگر رای هم میتن، این رای کورکورانه خواهد بود و رای درست و با عقلمندی لازم نخواهد بود. در قسمت از این که شما لطف کردن شخصیت ها، بله متاسفانه شخصیت، متاسفانه بگویم یا خوشبختانه بگویم، بعضی دوستان نسبت سالیان درازه که در عرصه سیاست افغانستان فعالیت دارن، بعضی کسا تقریبا چی کردن؟ صاحب شدن بعضی از ساختارها را، بعضی از احزاب و بعضی جاها را صاحب شدن. اونم او هست که هست، حتی در بعضی جاها مثلا صاحب اصلی فوت کرده، ولی عوضش کسی دیگه آمده که از منصوبین یا کسانی بودن که از جمله فامیلشان بوده. و یه هم در قسمت پیشرفت احزاب به صورت دموکراتیک یا در قسمت از این که اعضای حزب رشد بکنن و خود از این حزب رشد بکنه، من فکر میکنم این خودش یک مانع است و به صورت دموکراتیک متاسفانه چنین احزاب ساخته نشده. ولی در احزاب فعلی که موجود است، من با تقریبا با صراحت یه اعلان کرده میتونم یا یه ادعا کرده میتونم که حزب حق عدالت در چنین مورد پیشگام است و در چنین مورد میتونه که ادعا بکنه که کدام ما تا هنوز مثلا کدام رهبر مشخص به نام رهبر باشه یا به نام صاحب حزب باشه ما نداریم. تمام تصامیم ما در شورای اجرایی که ما داریم بر اساس شورایی گرفته میشه و در اونجا این تصامیم بر اساس تصامیم جمعی گرفته میشه که ما امیدوار هستیم در آینده های که بتانیم که تازه از حزب ما یک سال تقریبا میگذره، از رازش سر حزب ما اگر در آینده ما موفق شویم که حزب توسعه بتیم، معلوم دار ما در تمام موارد توصیه ها و همچنان اظهار نظر های تمام کمیته ها و تمام شوراهای ولایتی که در تمام ولایت از اونا حزب ما نمایندگی میکنن، از اونا خواهد خواستیم و در موارد مهم تصمیم از اونا و تصمیم تمام از این شوراهای ولایتی را کشای حزب ما خواهد. سپاس. آقای رحیمی، آیا واقعا چنین است که یک تعداد آمده باشند و احزاب به نوعی صاحب شده باشند؟
خب تصاحب یک حزب در جامعه سنتی افغانستان امری محتمل است و امری تاریخی، به خاطر از اینکه شکل‌گیری احزاب به مثابه یک دستگاه مدرن نیازمند مجموعی از تحولات ساختاری در عرصه اقتصاد، در عرصه تفکر، اندیشه و همینطور سیاست جامعه افغانی هستش که وقتی تحولات شکل نگیره طبیعتاً احزاب هم به مثابه یک دستگاه مدرنی که با او ویژگی های ساختاری ما در علم سیاست تعریف میکنیم شکل نخواهند گرفت. اما من بیشتر از اینکه میخوام برم روی تئوری هایی که گاهی اوقات میبینیم که در شرایط اجتماعی امروز ما کاربری ندارن، فکر میکنم که بیشتر باید به این فکر بکنیم که چگونه میتوانیم با توجه به واقعیت های اجتماعی کنونی احزاب یا گروه های سیاسی که وجود داره رو به مثابه کارآمدتر بکنیم، به مثابه در واقع مؤثرتر بکنیم، برای از اینکه بتوانن خود اینها مانع نباشن، یک کمک بکنن به رشد دموکراسی در جامعه افغانی. بله، ما متوقف نمیتونیم بمونیم، متوقف نمیشود مان بابت از اینکه اگر ما در یک جای جلوی رشد دموکراسی رو میگیریم، در یک جای دیگری چون مفیدیت داره برای جامعه، برای جوانان، برای گروه های اجتماعی جدیدتر، اینها هم این مسیر رو طی میکنن. بنابراین کارکرد احزاب یا حکومتی است که یا مانع میشه و روند رشد رو کند میکند یا تسهیل میکند. در همه جای دنیا تلاش میکنن که مثلا نخبگان دموکرات بر سرنوشت سیاسی جامعه حاکم بشن تا اینا بتونن خودشون مشوق دموکراسی در کشور باشن، رشد دموکراتیک در کشور باشن. حالا گاهی اوقات میبینیم که دموکراسی در کشور به نفع ممکن است که سران یک حزب یک جریانی نباشد، خب طبیعتا اینا مقاومت میکنن، اما مقاومت اینها یک مقاومت اجتماعی هست، یک مقاومت بخوام بگم تاریخی است، یک مقاومت اقتصادی است، یک مقاومت شخصی، به هر ترتیبی یه جزء از جامعه است. ما اینکه بخوایم اینو نقد بکنیم، نقد اخلاقی بکنیم، مشکل رو حل نمی‌کنه. منتها اگر بخوایم که تلاش بکنیم که به گونه ساختارهای قانونی که وجود داره را شک بدیم که اینها به مانع بر بخورن، با این شک به مانع بر بخورن، یا اینکه تشویق بکنیم که اینها کم کم ساختارشون رو به گونه‌ای شکل بدن که هم منافع فردیشون، هم منافع در واقع اقتصادیشون حفظ بشه، هم در این حال یک در واقع خودشون ممد دموکراسی در کشور باشن. مگر امروز در کشورهای دیگر احزاب صرفا سربار دولتن؟ نه، احزابی هستن که هم منابع اقتصادی دارن، هم در واقع رهبران حزبی در اونجا که به صورت گردشی در واقع شکل میگیرن، توانمندی اقتصادی بالایی دارن، مسئولیت سیاسی بالایی دارن و بسیار مقتدر هم هستن. طبیعتا قدرت در احزاب به مثابه یک سازمانی که برای کسب قدرت هستش یک عنصر نهادی هستش. بنابراین یک احزاب به دنبال قدرت هستن و افراد در به دنبال قدرت هستن در داخل حزب امری کاملا طبیعی است. اما چگونه میتوانیم این قدرت رو در داخل حزب به گونه‌ای ما بگنجانیم یا به گونه‌ای در واقع شکل بدیم یا به گونه‌ای در واقع فرمش رو به وجود بیاریم که منحصر نشه، یعنی در چنبره یک فرد یا دو فرد قرار نگیره و این در واقع یک مقداری به سیالان بیفته، به جریان بیفته و در گردش بیفته. هرچند که در مورد احزاب بالاخره در حتی در کشورهای مدرن هم شما اگه نگاه بکنیم یه مقداری باید ما تعریفمون رو با واقعیت‌های اجتماعی هم سازگار بکنیم. مثلا امروز در آمریکا یا در انگلستان انتخاباتی که صورت میگیره، چه انتخابات مثلا کنگره دو سال یک بار، چه انتخابات سنا، فقط 10% الی 12% نمایندگان تغییر میکنن، یعنی 85-90% نمایندگان با سر جای خودشون میمونن. در رأس ساختار حزبی بسیار کم در واقع رؤسای حزبی و زنجیره اصلی حزب تغییر پیدا میکنن، بسیار آهسته در واقع نیروهای جدید وارد حزب میشن. منتها ما در افغانستان چون یک نگاه میخوام بگم مطلق نگر، حقیقت نگر داریم، فکر میکنیم که همه چیز باید یک بار تغییر پیدا بکنه. نخیر، ما اگر میخوایم تغییرات در جامعه افغانی ایجاد بشه، باید تغییرات رو گام به گام، آهسته آهسته، با حس مسئولیت، با تلاش و در واقع با تغییرات ساختاری و متناسب، هی به صورت یک پازل اینا رو بچینیم تا گام به گام به جلو بریم. ولی ما متأسفانه درک وجود نداره. ما در تاریخ سیاسی افغانستان وقتی مشاهده میکنیم، همواره نگاه مطلق بوده و این نگاه مطلق باعث شده است که چرخه استبداد و آنارشی در جامعه افغانی تکرار بشه. نه حزب مدرن داشته باشیم، احزاب یا در واقع یک دفعه به قدرت میرسن یا رهبری و ساختار حزب کلا فرو میپاشه و از بین میره. در حالی که ما نمیخوایم واقعیت اجتماعی افغانستان رو قبول کنیم، ما واقعیت اجتماعی افغانستان رو قبول بکنیم، در این واقعیت اجتماعی احزاب رو با فرم های جدید باید بپذیریم، ولی زمینه اصلاح هم در درون حزب هم در درون ساختار سیاسی کم کم ایجاد بکنیم. با این رویکرد میتوانیم در واقع امیدوار باشیم برای اینکه ما داریم گامی پیش برمی‌داریم. اما با این نگاه که صرفا بخوایم نقد بکنیم، صرفا بخوایم نفی بکنیم، مشکلی رو از مشکل حل نخواهیم کرد، به خاطر اینکه شما فکر کنین که حتی همین امروز میخوام بسیار ساده برای شما بگم، چهره های جدیدی وجود دارن که از نسل جوان آمدن احزاب سیاسی وجود آوردن، اما ساختار احزاب بسیار فرسوده تر، بسیار منحصر تر، بسیار استبدادی تر از احزاب سنتی هستن که به نام احزاب جهادی معروفن. میخوام بگم پس مشکل در کجاست؟ مشکل در است که ساختار اجتماعی جامعه افغان به گونه‌ای است که این احزاب رو به همین شکل، به همین فرم در واقع بازتاب میده. اگر تا فرهنگ سیاسی تغییر پیدا نکنه،
شهروندان به شهروندان مسئول و در واقع مشارکت سیاسی فعال تبدیل نشن، طبیعتاً احزابم به این شکل باقی خواهند ماند، چه در رأس از یک فرد جوان باشد چه یک فرد در واقع قدیمی باشد. میخوام بگم مسئله اقتصاد، مسئله در طرز تفکر و مسئله سیاست در افغانستان مسائلی هستند که مشترکاً با هم میتوانند تحولات اجتماعی و اقتصادی و سیاسی رو وجود بیارن. نمیتوانیم بگیم که احزاب مدرن باشن ولی ساختار اجتماعی ما کماکان یک ساختار سنتی باشد، اقتصاد ما اقتصاد ضعیف و در واقع وابسته باشد و در واقع سرمایه‌داری به اون شکلی که ما میگیم به لحاظ تئوریک در جامعه افغانی مجال بروز نداشته باشد. بعد بخوایم که از دل اینا احزاب مدرن داشته باشیم، این یک تفکر فکر می‌کنم که کمی دور از واقعیت هستش و جایی در جامعه افغانی نخواهد داشت. آقای نویان، شما اشاره داشتین به این مسئله که باید تمرکز زدایی شه از نظام افغانستان. چه فکر میکنین در شرایط فعلی آیا واقعا زمینه مهیا است برای تمرکز زدایی؟ مثلا خدمت شما عرض شد آجندایی که بر ما بر تلفن گفتین، آجندایی است که ما سر از این چسبیدیم که چقدر این مسائل به واقعیت افغانستان مربوط میشه چقدر این نمیشه. راجع به اتحاد انتخاباتی که تشکیل شده و راجع به او شما آجندایتان بود، او کاملا در کنار گذاشته شد و سر از این مجبوراً سر توضیحات استاد که یک مقدار چیز تبصره بکنم. بله متاسفانه که در داخل افغانستان مردم ما هنوز زیادتر از 85% یا 90% بگویم بی سواد هستن، با مساختارهای سنتی ماندن، ولی در بعض کسانی که در بعض نهادها یا در بعض احزاب یا در بعض جاهای دیگه که ادعای از دموکراسی دارن، ادعای از پیشرفت و مدرنیته دارن و ادعای از این دارن که گویا ما در یک جهان روشنتر در یک وقت بهتر زندگی میکنیم، سازوکارهای خود باید بر این اساس بنیان بگذاریم. ما بسیار خوبی میگم، مثلا پارسال ما در یک تلویزیون دیدم که یک حزب چیز میشد تازه تجدید ساختارش اعلان میشد و در اونجا رئیس حزب میگه که فلانی فلانی است، فلانی فلانی پوزیشن داره، فلانی فلانی پوزیشن داره، در قسمت خودش گپ نمیزنه، خودش تقریبا قبول است، قبول ساجت کنم گپ نیست. شما از شما خواهش میکنم به این رای بدین، یک نفر لاقل در اونجا نبر آمد یا بیرون شده نتوانست که به خاطر از اینکه راجع به او گپ بزنه که من نه آقا در قسمت یعنی زی آدم یعنی ملاحظه رو دارم این درست نیست، یا در قسمت خودت چرا خودت خود کاندید نمیکنی که چند نفر در مقابلت هم خود کاندید کنه، یا چرا تو همه کس این موره ها رو این پزل ها رو میچینی؟ به این خاطر است که او احزابی که با چنین روحیه میخواهند در جامعه ادعای از دموکراسی بکنن، ادعای از پیشرفت بکنن و تعداد از دوستای روشنفکر و تعداد از دوستای نخبه جامعه هستن اونا رو هم جمع بکنه و در پلوش ادعای بسیار بلند بالا هم داشته باشه، فکر میکنم خلاف واقعیت های یا خلاف تعریف که در حتی در کتاب ها نوشته شده و حتی خلاف واقعیت های جامعه ماست و در این صورت معلوم دار معلوم میشه که کی صاحب است، کی پیروی از مصاحب است. خلاص و در ما هیچ کس ادعای از این نداره که گویا همه چیز یک شبه تمام چیز مسائل حل شد، مثل از ما از دولت افغانستان نمیخوایم که تمام این چیزها رو، تمام آنچه مشکلاتی که امروز همه کس انتقاد میکنه، من انتقاد میکنم، شما انتقاد میکنم، استاد انتقاد میکنه، همه کس انتقاد میکنه، این مشکلات یک شبه حل شدنی نیست و امکان زیر نداره، ولی این انتقادها باید وجود داشته باشه، در زمینه در این قسمت توجه شوه و کسانی که فاعل چنین کارهای هستن اونا باید متوجه شن که نه زیاد مردم نرفتن، این مردم میدونن یک خود چشم تا پت گرفتی و علایده گپ است. در قسمت سوال شما در مورد همین نظام متمرکز، در مورد نظام متمرکز معلوم دار در شرایط فعلی متاسفانه تمام قدرت در دست یک نفر تمرکز پیدا کرده که جناب رئیس جمهور است، که اگر میخواین کمیسیون مستقل انتخابات هم کمیشنش تعیین بکنه باید جناب رئیس جمهور بکنه، اگر میخواین که والی رام تعیین بکنه جناب رئیس جمهور، سفیر هم جناب رئیس جمهور، مثلا بعضی کارهای دیگر هم جناب، تمام از چیزها را که میتونه نهادهای دیگه ای که در این مملکت وجود داره او انجام بده، او رو کلگیش قدرتش گرفته به دست جناب رئیس جمهور، حتی وزیر را که پارلمان افغانستان نظر به صلاحیت های قانونی که داره سلب صلاحیت میکنه او رو پس سرپرست میسازه. و در این قسمت ای فکر کنم برای سلامت جامعه و برای پیشرفت دموکراسی در کشور ما ممکن است درست نباشه، به می خاطر است که شوراهای ولایتی، پارلمان افغانستان و همچنین والی ها و دیگر نهادهای
قانونی که در افغانستان وجود دارن باید از صلاحیت های لازم قانونیشان برخوردار باشن تا ما بتونیم همه با هم به شکل یک تیم کار بکنیم. چرا نه؟ مثلا شورای ولایتی که فرق کنیم شورای ولایتی پروان، همین شورای ولایتی پروان باید در قسمت مثلا به خاطر از اینکه زیادتر پاسخگو باشه نهادهای حکومتی در مقابل مردم، باید در اونجا قدرت و اختیارات لازم داشته باشه، باید در قسمت مثلا عزل و نصب والی ها با در نظر داشت صلاحیت های رئیس جمهور، همینطور کمیشن های کمیسیون مستقل انتخابات یک کمیته گزینش لیستش پیش برد پیش جناب رئیس جمهور و اونا تعیین کردن، همونطور لیست از والی ها رو تعیین بکنن شورای ولایتی و پیش رئیس جمهور ببرن که از اون لیست یک نفر تعیین بکنه که هم شورای ولایتی در این قسمت هم مردم خوش باشن هم همه کس در این قسمت دخیل باشن. سپاس. آقای رحیمی، در مورد اتحاد انتخاباتی افغانستان که شکل گرفته چه فکر میکنین؟ در سالهای گذشته و حتی قبل از انتخابات گذشته ریاست جمهوری ائتلاف‌های اینچنانی شکل می‌گرفتند ولی از ثبات و پایداری لازم برخوردار نبودند. چی باید شده که این ائتلاف‌ها واقعاً با ثبات و پایدار بمانند؟ خب یک توضیح رو در مورد سخنان دوست عزیزم آقای اینچنانی احمد بدم که ببینید، فکر کنم موضوع رو خوب نتونستم باز بکنم که شکل‌گیری احزاب مدرن نیازمند مجموعه از تحولات ساختاری در عرصه اقتصاد، در عرصه اندیشه و در عرصه در واقع سیاست جامعه هستش. حالا سیاست اصلا روبناست، مبانی در واقع اقتصادی و فکری هستش که بیشتر در واقع شکل بگیره. شما تا در جامعه افغانی اندیشه دموکراتیک و با محتوای در واقع دموکراتیک شکل نگیرد، احزاب نمیتوانه مدرن باشه. اگر تا در جامعه افغانی رابطه بین ثروت و قدرت به درستی تعریف نشه، مبتنی بر او در واقع نقش نمایندگی که باید در قالب در واقع احزاب به نمایندگی از هواداران باید داشته باشن، اصلا احزاب مدرن شکل نمیگیره. بنابراین آن چیزی که امروز در افغانستان میبینیم، گفتیم در ابتدا یک تعریف خاص از گروه های سیاسی به نام حزب که این احزاب با واقعیت های جامعه افغانی با سازگاری داشته باشن، به همون دلیل هستش که شما میبینید که این احزاب بسیج اجتماعی به وجود میتونن بیارن، تحولاتش رو میتونن به وجود بیارن، سرنوشت کشور رو مشخص میکنن. اما احزابی که بدون در نظر گرفتن واقعیت های جامعه افغانی، مبتنی بر همون تئوری ها صرفا در واقع میخوان که شکل بدن یا ظاهرا یک فرمی رو در واقع به نام انتخاب شکل میدن، ما انتخابات شکل میدن، وقتی که در محتوای از مراجعه میکنیم ببینیم که اینا کارآمدی ندارن، بابت از اینکه اینها با یک عنصر دیگه توجه نمیکنه. اینکه اگر سوال بشه در مورد منابع اقتصادی همین گروه ها و جریان های سیاسی، باز بسیار مشکل است. اگر هم ظاهرا مثلا در رأس حزب یک فردی وجود نداره شورای هست، اما باز یک پدرخوانده وجود داره و اینا نشان میده که نمیشه، یعنی واقعا نمیشه بدون طی مراحل در واقع اقتصادی یا تحولات اقتصادی در جامعه افغانی در هیچ جامعه دیگری حزب مدرن شکل نمیگیره. ما خود بازی نمیتونیم بدیم که گفتم نمونهش مثلا گروه های جوانی آمدن حزب ساختن ولی ساختارشون به حدی متمرکز است، به حدی انحصارگرا است که میگیم صدر احمد به ما عذاب جهادی که وجود داشت، لااقل یک سری از اخلاق، یک سری از میخوام بگم نرم ها، یک سری از تعاملات فرهنگی یا عقیدتی وجود داشت که مقدار تعدیل می‌کرد، اما در اونجا فقط قدرت است و غیر از او که زنگ در دست قرار گرفته است، جوان 25 ساله است یا 30 ساله است، ولی کن کل منابع اقتصادی، منابع پولی رو در اختیار داره و هیچ تحولی در او حزب دیده نمیشه. ظاهرا هم همه جوان هستن، هم استاد دانشگاه هستن یا مثلا میخوام بگم که دانشجو هستن، بنابراین نمیشه. یعنی ما گاهی اوقات نمیتوانیم، بعضی واقعا نمیتونیم چش بپوشیم، هرچند گفتیم ارادهش باید وجود داشته باشه. به شکی نیست که ما یک گام مثبت رو برداریم، حتی به درازه سوری میتواند یک آموزش باشه. ما از این قسمت در واقع حمایت میکنیم، اما در مورد اینکه بخوام بگیم خب اونا حزب نیستن، اونا در واقع نباید این گونه باشن، خب باستاب واقعیت جامعه افغانی است. این احزاب میخوان در این جامعه کار بکنن، این احزاب در آمریکا کار نمیکنن، برای انگلستان کار نمیکنن، و اگر غیر از این عمل بکنن بسیج اجتماعی کدن نمیتونن و در واقع تاثیر به وجود آوردن نمیتونن، مردم باور ندارن به احزاب. خب در مورد سوال شما، اتحاد انتخاباتی افغانستان که در روز پنجشنبه شکل گرفت، گفتم علارغم تمامی ایراداتی که وجود دارد به لحاظ حالا تجانس فکری یا تجانس برنامه‌ای که من فکر می‌کنم به این قسمت هم اتفاقا در موافقتنامه ذکر شده است که اصول در واقع کار اینها برنامه ملی است که در شورای همکاری احزاب ائتلاف‌های سیاسی ساخته شده است و پروگرام‌هایی که در اونجا بیشتر احزاب در واقع اصلی افغانستان حضور داشتن برو شکل دادن، برو محور عمل خودشون قرار دادن با توجه به توافقنامه‌ای که در گذشته در قالب شورای همکاری وجود داشته. اون به تلاش کردن در قالب شورای همکاری یک جناح سیاسی رو به وجود بیارن که این مقدار متشکل‌تر، منسجم‌تر یا با یک قدرت سیاسی، یک بزور سیاسی می‌خوان در انتخابات پیش رو در واقع قدرت چانازنشون بالا ببرن. این تمام گپ است و این بد نیست، خوب است. در واقع میتواند فضای انتخابات رو از یک حالت متشدد، از یک حالت پراکنده، از یک بازی در واقع ضعیف به یک بازی قدرت
بالا در سطح بالا تبدیل بکند، تا در اون صورت ما بتوانیم یا مردم حداقل با همون درک حتی سنتی که دارن بتوانن بین دو گرایش عمده، گرایشی که به سمت تغییرات بنیادی در نظام سیاسی افغانستان حرکت میکنن، مثلا بسیار ساده میگن آه مردم میخواین که مثلا والی‌ها رو خودتون انتخاب کنین یا خیر، و گرایشی میگه نه ما همون نظام ریاستی رو با همون ویژگی‌های 12 ساله گذشته میخواین، هیچ تغییرم در او نمیخواین تا پای جانماز ما حفاظت میکنه. این دو دیدگاه کلان ایجاد میشه، یا حتی یک دیدگاه دیگه که نه بینابین، نه او در واقع تندی گروهی که خواهان مثلا تغییرات بنیادی هستند، نه اون نظام ریاستی که رئیس جمهور در واقع تا پای جنازه حفاظت میکنه، این در مطرح میکنند. حداقل با سه گرایش مردم با یک ذهنیت ساده میتونن نسبت به گرایش انتخاب کنند. این بسیار خوب است. برای اینکه ما بخوایم اینو مثلا نام بذاریم که اتحاد شمال است یا جنوب است، خیر گفتم پیشتر برای شما اشاره کردن که ملی بودن این جریان ها و اتحادها هیچ ربطی به حضور یک قوم یا دو قوم یا سه قوم یا حتی 13 قوم در این تیکت یا در این مجموعه ندارد، بلکه مهم برنامه است، مهم دید است و مهم در واقع اهدافی که اینها دنبال میکنن که باید با اصول قانون اساسی سازگاری داشته باشد. در غیر از اون صورت هر قومی اضافه شدن یا کم شدن انتقادات داره به وجود میاره و از این مبنا بحث کردن در مورد ملی بودن احزاب یا سمتی بودن احزاب اشتباهی بزرگ است. سپاس. بینندگان گرامی، صحبت های انجینیر عباس نویان در مورد پایداری ائتلاف های انتخاباتی را پس از این وقفه خواهیم دید. سلام دوباره، با تشکر از اینکه تاکنون با ما همراه هستید. آقای نور، صحبت های شما رو میشنویم. من اول باز هم مجبور هستم بسر گفته های جناب استاد یک مقدار تبصره داشته باشم. اولی خب بسیار زیاد خوشحال هستم که بالاخره اتحاد انتخاباتی رو جناب استاد بر مبنای یعنی پایداریشه یا پیشرفتشه یا جمع بودن از رو بر اساس برنامه دانستن، برنامه و دید، نه بر اساس چهره ها که برای قبلا خودشان تأکید داشتن که بله اینی چهره هاستن و اینی جامعه سنتی است، روی چهره ها دیگه گپ نمیشه، یه آرمان هایی که کتابی و دیگه نمیشه. این برنامه و دید بسیار زیاد مهم است در برای احزاب و مخصوصا در جامعه سیاسی افغانستان که باید عمومیت پیدا بکنه در آینده ها. و از طرف دیگه در قسمت ایشان یک ترمینولوژی دیگه رو با کار بردن، پدرخوانده احزاب. من بسیار زیاد با اینا موافق هستم که بله در بعض احزاب پدرخوانده وجود داره و این پدرخوانده اون روزی که هست دیگه پدرخوانده است تا روزی که بمره. هیچی پدرخوانده تبدیل نمیشه، چون پدر است دیگه، پدرخوانده است تبدیل نمیشه. و همچنان ما واقعیت‌های اجتماعی داریم، بله واقعیت‌های اجتماعی متاسفانه در بعضی موارد بسیار تلخ است، ولی باید در صدد تغییر ازی برآمد و باید این وظیفه کسانی است که در این جامعه از امی ادعا را دارن که برای پیشرفت جامعه، برای رفاه جامعه، برای توسعه، برای بهبودی جامعه این واقعیت های اجتماعی را باید در نظر بگیرن. من نمیگم که تمام ازی احزاب کلگیش چیز است، یعنی نباید باشن، این واقعیت های جامعه ماست، هستن اگر تلخ هستن، شیرین هستن. متاسفانه در بسیاری موارد احزاب ما در بعضی از احزاب بسیار واقعیت های تلخی هم هستن، ولی وجود دارن. اونا مثل بعضن مثل سنگ های بسیار بزرگ هستن که دم راه پیشرفت و ترقی جامعه یا دم راه پیشرفت و ترقی حتی محدودی که اونا ادعای رهبری از اونا رو دارن سر را امو مانع قرار گرفته. و این واقعیت ها متاسفانه وجود داره به خاطر که جامعه ما نفتره، جامعه ما نرسیده با مو اندیشه های لازم بسیار بالا بلنده که در جامعه های در جامعه پیشرفته وجود داره. ولی در قسمت سوال شما باید گفته شده که بله، من باز هم تاکید میکنم که روی برنامه ها و دید باید تمرکز کرد و در این قسمت اتحاد انتخاباتی که به وجود آمده که ما یک پدیده بسیار خوب و مثبت در جامعه افغانستان و مخصوصا در شب روزهای انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات ریاست جمهوری در سال آینده ای با وجود میه یک پدیده بسیار خوب و مثبت است، به خاطر انتخابات بهتر، به خاطر تهییج بیشتر مردم و به خاطر سهمگیری بیشتر مردم با ارائه برنامه ها که اینا بتانن مردم تشویق بکنن، ترغیب بکنن، مثلا در قسمت تمرکز زدایی از نظام یا نگه داشتن چنین تمرکز، هر کس دیدگاه خود مطرح میکنه و اینجاست که مردم تشخیص میدن که با کی باید رای بدن. و بچه ما فکر میکنم که اتحاد انتخاباتی جدیدی که به وجود آمده علی رغم از اینکه اینا در قالب شورای همکاری احزاب ائتلاف‌های سیاسی با ما هم پیمان بودن
ولی در آخرین لحظات اینو عجله به خرج دادن. ما میخواستیم که یک برنامه ملی از طرف اعضای از طرف سران احزاب ائتلاف‌های سیاسی در قالب شورای همکاری امضا شد و مورد تایید قرار گرفت، سر تکت واحد انتخاباتی هم کار میشد که اگر خوب میشد که اگر یک تکت واحد انتخاباتی می که ما میتونستیم با قاعده وسیع‌تر که در قالب شورای همکاری جمع شده بودیم با قاعده وسیع‌تر میرفتیم به طرف انتخابات، ولی متاسفانه آنچنان نشد. خب دوستان ما که زودتر تصمیم گرفتن، ما توفیق بیشتر برشان آرزومند هستیم و چنین پدیده های چنین ائتلاف ها و اتحاد ها برای سلامت یک انتخابات خوب و شفاف بسیار خوب و معقول است. سپاس. آقای رحیمی، چرا چنین شد و اتحاد انتخاباتی افغانستان جدای از شورای همکاری ائتلاف های سیاسی اعلام موجودیت کرد؟ ببینید، آخه یک مشکل اساسی وجود داشت و میخوام بگم یک نوع ویژگی است، یک نوع در واقع تمایز است، نمیخوام بگم منفی یا مثبت، یک ویژگی خاصی است که شورای همکاری داشت که مجموعه از احزاب دولتی و غیر دولتی یا اپوزیسیون رو در داخل خودش داشت. طبیعتا انتظار از اینکه این احزاب بتوانند به یک تیکت واحد برسند انتظار به نظر من که آرمانی بود. حالا اینجا صاحب درست میفرمایند که خوب بود که تعجیل نمیشد، بالاخره دیر یا زودی تعجیل یا این اتفاق میافتاد بابت از اینکه امکان همسویی احتمالاً همه احزابی که داری 23 حزب کلان افغانستان در قالب یک تیکت واحد برای شرکت در انتخابات بسیار بعید است. اما دلیل ما پیش بینی ما از اول بود که 2 یا 3 تیکت حتی 4 تیکت ممکن است شکل بگیره با توجه به علاقمندی هایی که برخی از چهره های سیاسی داشتن برای نامزدی ریاست جمهوری و دیدگاه های متفاوتی هم داشتن. مثلا بعضی ها تا روز آخر هم با یک قید یا با یک ملاحظه برنامه ملی رو امضا کردن یا حتی امضا نکردن. مجموعی خب در کنار از او مجموعه دیگری که برنامه امضا کرده بودن امیدواری وجود داشت که اینها برسن به تیکت واحد، اما فکر میکنم که یک نوع حالا ابتکار بگیم یا پیش‌دستی رو برخی از گروه‌ها و جناح‌های سیاسی داشتن که مورد قبول واقع گرفت از طرف سایر در واقع جناح‌ها و البته دعوت هم عام شد، یعنی در مورد از اینکه همه بتوانند در داخل از این حضور داشته باشند و بتوانند که در قالب اون برنامه ملی حرکت بکنیم. منتها برخی از گروه‌ها سوال‌های بیشتری داشتن یا در واقع تأمل و تعنی بیشتری داشتن در مورد از اینکه واقعا به چه سمتی حرکت بکنیم. بسیار در واقع تعنی درستی است و میخوام بگم که اتفاقا خیلی لازم هم هستش با توجه به اهمیت انتخابات. اگر ما هر گونه سستی رو در یا کاهلی رو از یک جانبی و یا بی‌توجهی رو نسبت به اصول ساختاری اتحادها شکل بدیم و اینا قبل از انتخابات فرو بپاشه، در واقع نتیجه منفی از او رو یا پیامد منفی از او رو مردم و امیدواری هایی که دارن متحمل خواهند شد. بنابراین فکر میکنم که تصمیم گیری برخی از احزاب در قالب شورای در واقع رهبریشون یا اجرایشون تصمیم گیری های منطقی بوده، درست بوده. و گروه هایی هم که پیوستن به اتحاد انتخاباتی احساس کردن که ما حداقل در مورد برنامه ها در مورد روی کرده واحد مشکل نداریم، یا حداقل می توانیم که به یک نامزد واحد برسیم، هرچند ما خودم این رو برای شما عنوان میکنیم که بازم سخت است، یعنی اینکه در داخل همین اتحاد انتخاباتی افغانستان هم با 15 حزب ما بتوانیم که همه رو در واقع جمع کنیم حول یک محور، یک تیکت خاص. به خاطر از اینکه هنوز گفتم جامعه افغان یک جامعه سنتی است، رهبران و رهبرای سنتی هستن، طبیعتاً گذر اینها از منافع شخصی گاهی اوقات منافع قومی، شکل‌دهی به یک چارچوب مشترک برای در واقع یک تیم انتخاباتی واحد کار سختیه، با توجه به اینکه انتظاراتی که مردم دارن، گروهای قومی دارن و واقعیتایی که امروز در جامعه افغانی بازتاب پیدا میکنه. فکر میکنم که مشکل هست، اما من هم امیدوارم، یعنی ما وقتی داریم عنوان میکنیم میخوام بگیم که دید مخالف نداریم با هم دیگه، میخوام بگیم که ما هم تلاش میکنیم، ما از درون احزاب تلاش میکنیم که اینا رو کمی فرم بدیم، یه کمی در واقع به سمت جلو حرکت بدیم. مثلا همین که فرموده جناب اینجنر صاحب این چهره های سیاسی و شخصیت ها رو بیاریم براشون برنامه تعریف کنیم، حالا اونا برنامه رو در قالبش میگنجن یا نمیگنجن، حداقل کار ما هست که برنامه رو شک بدیم، روی از روی یک توافق بکنیم و اونها رو متعهد بکنیم به پیشبردی برنامه. حالا که اجرا میکنن نمیکنن بس دیگه است. همین خودش یک گام مثبت است، یعنی اینکه حزب از شخصیت محوری تبدیل شده به برنامه مشترک، یک گام مثبته. حالا ممکن این دوره اجرا نکنن، ضررش رو ببینن، اما دوره بعد احتمالاً برمیگردن که والا بدون برنامه نمیشه و ما شخصا ضرر میکنیم با این شکل رفتن ضرر. میخوام بگم ما حرکت رو انجام میدیم، منتها حرکتی که ما انجام میدیم فکر میکنیم که باید با در نظر گرفتن واقعیت ها تا بتونیم اصلاحات کارساز باشه، اصلاحات بتونه یک فرم زیبایی رو به وجود بره، فرم جدیدی به وجود بره که مردم باش تعامل دارن، همراهی دارن، نه فرمی که ظاهرا خیلی زیبا باشه ولی هیچ سنخیت یا هیچ در پازل در واقع جامعه افغانی جای نداشته باشه. مثل احزابی گفتیم با ادعای مدرن به وجود اومدن، با گروهای جوان به وجود اومدن ولی ساختارشون شد همون چیزی که نباید میشد. میخوام بگم که با این رویه
اتحاد انتخاباتی افغانستان شکل گرفته، هنوز درهای در واقع گفتگو با سایر احزاب داخل شورای همکاری و بیرون از او وجود داره. امیدوار هستیم که در این دو هفته آینده دوستان بیاین در واقع دیدگاه خودشون رو مطرح بکنن، یا به توافق میرسن، حداقل در باز است و اونها این تیکت رو یا این مجموعه رو نبستن و شامل از یه اتحاد میشن، یا نه ممکن است که حتی ما یک فرم جدید یا شکل جدید رو داشته باشیم که به نظر من مهمتر از اتحادهای انتخاباتی هستش که گروه ها و جریان سیاسی با مدیریت عقلانی رهبران سیاسی بتوانند به یک چارچوب مشترک دست پیدا کنند که نتیجهش عبور موافقت‌آمیز و سلامت از انتخابات 2014 هستش. او ممکن نیست مگر با میزان خودگذری و میزان تعامل و برنامه محوری. سپاس. آقای نویان، شما چرا نپیوستین به اتحاد انتخاباتی افغانستان؟ خدمت شما عرض شد که بازم استاد گفتن که ویژگی های خاص خود داشت شورای همکاری احزاب ائتلاف های سیاسی که در اونجا احزاب دولتی و غیر دولتی شامل بودن و یه احزاب دولتی غیر دولتی، یعنی اطور نبود که دمی شب روزهایی که این مسائل صورت گرفت دمی شب روزهای نزدیک یا یک ماه قبل در اینجا سهم گرفتن، اینا از اول بودن، ولی همه با هم به خاطر از اینکه همه با هم تشخیص داده بودن که افغانستان در یک حالت بحرانی قرار داره، از طرف دیگه انتقال مسئولیت های امنیتی صورت میگیره، از طرف دیگه جامعه جهانی بالاخره رخت سفر بر میبنده و میره به طرف ممالک خودشان، ما در یک وضعیت بحرانی قرار خواهیم داشت. به خاطر مدیریت و حل از بحران ها باید همه ما، همه احزاب دست به دست هم بتن، احزاب داخل شورای همکاری هستن تا بتونن یک طرح معقول را و یک کاندید معقول را، خب لااقل یک کاندید نه دو کاندید یا سه کاندید از داخل شورای همکاری بیرون شوه که ما بتونیم چارچوب شورای همکاری رو نگاه بکنیم و ما همکاری ها رو داشته باشه و برنامه ملی باشه، ولی در اینجا بتونیم با تفاهم با همدیگر چون کاندیدهای را به جامعه معرفی بکنیم. ولی در آخرین لحظات تا اواسط ماه رمضان روی از این مسائل گفتگو جریان داشت، برنامه ملی تایید شد، ولی در قسمت کاندید واحد رایزنی ها جریان داشت و حتی سر هیئت تعیین شد به شمول از کسان معروفی که در اونجا اشتراک داشتن، در جمله از هیئت استاد محقق بودن و همچنین آقای روشن اساس به حق عدالت بودن که اینا با چند نفر دیگه از احزاب دیگه یک جایی میشه که با این کاندیدا گپ بزنن و دمو شب روزا شایع بیرون شد گویا آقای اطمر، آقای احدی و آقای دکتر سر عبدالله عبدالله کاندید هستن، به می خاطر بود که می رایزنی ها صورت می گرفت، ولی حتی سر مواصفات از اینکه سر پروسه از اینکه کدام کاندید اعلام تر و اصلح تر است که باید مورد تایید قرار بگیره و به جامعه معرفی شود، سر از او حتی گپ زده می شد که یک بارگی دوستان بالاخره لازم دانستن که اتحاد انتخاباتی رو به وجود بیارن. و دلیل از اینکه حزب حق عدالت نپیوست به خاطر از اینکه این اتحاد انتخاباتی با قاعده وسیع نبود، با قاعده وسیعی که شورای همکاری تقاضای از رو داشت که از تمام از این احزاب در اونجا اشتراک می داشتن که این جوابگوی معضلات و پرابلم ها و مشکلات مردم افغانستان می بود، نه اینکه صرف یک حزب کامیاب شد و به کامیابی برسه، ولی ما می خواستیم که افغانستان به کامیابی برسه، ما می خواستیم مردم افغانستان بالاخره با این انتخابات به کامیابی برسه، نه یک صرف حزب احمد یا محمود یا کلبی یا مقصود مثلا به یک چیزی برسه. سپاس. نکته پایانی رو اگر اجازه بدیم که میخوام تاکید بکنم که اعضای عضو اتحاد انتخاباتی افغانستان که اکثریت شورای همکاری رو تشکیل میدن به چارچوب شورای همکاری احزاب ائتلاف سیاسی پایبندن، از در اونها شورای همکاری احزاب ائتلاف سیاسی یک صدقه جاریه است، یک مجموعه مادر است که همه ما احزاب 23 گانه عضو هستیم در چارچوب برای حفظ دموکراسی در افغانستان و در واقع عبور مسالمت آمیز از انتخابات 2014 تلاش میکنیم، گفتگوها وجود داره، ادامه داره، بنابراین فکر نمیکنیم که اینو بتونیم به این شکل معنی بکنیم که مثلا این مجمع جدا هستن از شورای همکاری، نه اینا در داخل شورای همکاری هستن، یک جناحی در داخل شورای همکاری هستن، مبنی بر موافقات قبلی هم قرار بود که اگر ما به یک تیکت نمیرسیم مثلا در دو قالب، در سه قالب، در سه جناح بتونیم کار انجام بدیم و این در واقع همون قالب است. اما حالا یکی کمی ممکن است که تصمیم گیری ها یا در مورد تعاملات خیلی اطلاع رسانی خوب نبوده یا تعامل خوب نبوده، این مسائلی است که عمدتاً در مورد احزاب سیاسی از گذشته وجود داشته حالا وجود داره، ولی من به چشم انداز شورای همکاری بسیار امیدوارم و حتی فکر میکنم که اتحاد انتخاباتی که اتحادی حداقل تا انتخابات است، اما شورای همکاری احزاب سیاسی میتونه یک صدقه جاریه باشد اگر دوستان ما در حق عدالت، در حزب اسلامی، در جمعیت، در وحدت اسلامی مردم افغانستان و سایر گروه ها بخوان ایرام خواهند داشت.
سپاسگزارم. بینندگان گرامی، ضمن ابراز سپاس و امتنان از حضور مهمانان برنامه، آقایان انجینیر عباس نویان عضو حزب حق و عدالت و دکتر سردار محمد رحیمی استاد دانشگاه، از حضور شما عزیزان نیز مرخص می‌شوم. تا سلام دیگر و تا آخر خط دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.